بل پلو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په لندن کې د درې اړخیزې غونډې نه وروسته نن د ناروی هیواد ته ورسېدلی او هلته د ناروی او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. د موضوع جزئیات به د خپلې میلمنې منیژې باختري په اوسلو کې د افغانستان د سفیرې څخه وپوښتو چې د تلیفون له لارې په خورا مهربانۍ موږ سره په تماس کې ده. میرمن منیژې باختري، ستړې مشې، په خیر راغلی. که په پیل کې د جمهور رئیس د سفر په هکله معلومات راکړئ چې له چا سره یې لیدلي او د لیدنو نتیجې څه وې. مهرباني صاحب. ډېره مننه شایسته جانې. رئیس صاحب، جمهور جناب آمد کرزی امروز با اوسلو تشریف آورده بودند. هدف اصلی سفر امضای سند یا موافقتنامه استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و ناروی بود و در آشی امضای موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک جلالت مآب رئیس جمهور با نخست وزیر ناروی، با شاه ناروی، با وزیر خارجه ناروی و با پارلمان ناروی ملاقات هایی داشتند. اما در مجموع مهمترین هدف سفر امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان ناروی و افغانستان بود. مطابق این موافقتنامه ناروی تا سال 2017 با افغانستان همکاری های نظامی و ملکی خود ادامه خواهد داد و در ارتباط با همکاری های نظامی باید بگویم که تیم پیارتی ناروی در افغانستان در ماه اکتبر بسته شد، به این معنا که وظیفهشان به پایان رسید، اما همکاری های ملکیشان دوام داره و همچنان در راستای ترینینگ و آموزش اردوی ملی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان ناروی همچنان فعال خواهد بود. ډیره مننه. تاسو نه تاسو ویلی شئ چې ناروی به څوم هیواد وي چې افغانستان ورسره د همکارۍ دغه ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي دي؟ میرمن منیژه، بعد از امضای موافقتنامه استراتژیک با امریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان، ناروی ای قرار داده این موافقتنامه را به امضا رسانده و قرار است که به زودی چنین موافقتنامه را ما با کشورهای سویدن و دنمارک نیز داشته باشیم. او د دو اړخیز و اړیکو د پاره چې د افغانستان د پاره د 2014 نو وروسته دغه اړیکې خورا مهمه ګڼل کیږي، ستاسو په نظر د ناروی او افغانستان ترمنځ دغه ستراتیژیک تړون څومره مهم ګڼل کیږي؟ البته از دو جهت روابط افغانستان و ناروی و همچنان موافقتنامه همکاری های استراتژیک دارای اهمیت است. نخست مسئله پیام سیاسی به مردم افغانستان و به مردم جهان است که ناروی کمک ها، همکاری ها و حمایت خود از افغانستان بعد از سال 2014 همچنان ادامه میده و همچنان با افغانستان باقی خواهد بود. این پیام سیاسی است که بر مردم ما بسیار مهم است. یو وروستی بل پختنه هم لرم میرمن باختری، چې وختم کم ده، په ناروی کې د افغانانو وضع که یو څه پرې رڼا واچوي او دا چې د مهاجرینو وضع هلته څه ډول ده، پخپله د سفارت اړیکې او مرستې ورسره څنګه ارزوئ؟ در ناروی در حدود 10,000 افغان زندگی میکنند که اینا غالبا سیتیزنشپ ناروی را دارن و یا هم اقامت دائم دارن، اما در حدود 3500 تا 4000 افغان دیگه هم هست که در کمپ ها بسر میبرن و در انتظار پاسخ به تقاضای پناهندگیشان که وضعیت از اینا خیلی هم قناعت بخش نیست، چون غالبا اینا جواب منفی و ترک خاک گرفتن و مطابق با مقررات داخلی ناروی را باید ترک کنند. اما از طرف دیگر ناروی کشوری است که مسئله حقوق بشر و مسئله دموکراسی، حقوق زنان و چنین گپای خیلی با اهمیت است. نظر به این دلایل ناروی از اجبار به خاطر اخراج از اینا استفاده نمیکنه. برحال این تعداد افغانای ما دارای مشکلات زیادی هستند و سفارت تا جایی که مقدور است با اینا همکاری میکنه در قسمت ارائه اسناد، تایید هویت و همچنان کمک های حقوقی دیگه که نظر به ضرورت و سفارت افغانستان راجع میشه، سفارت با اونا همکار است. بله، په ناروی که د افغانستان سفیر میرمن منیژه باختری، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو. کور مو ودان. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. ډیره مننه. ورځ مو نیکمرغه. تاسو ته هم همچنان.